همطور که میدانین حادثه دلخراش بمبگذاری مکتب سید الشهدا را همگی به یاد داریم. آموزشگاه دخترانه سید الشهدا که در دشت برچی در سال 2021 مورد هدف تروریستان قرار گرفت که به کشته شدن دست کم 100 نفر و زخمی شدن بیش از 150 نفر منجر شد. قربانیانی که بیشتر بین 13 سال تا 18 سال سن داشتند. امروز در خدمت 3 نفر از این زخمیان هستیم. بازماندگان سید الشهدا، بانو فاطمه اکبری که از ناحیه دست و پای زخمی شدن، بانو مرضیه محرم علی که باز هم از ناحیه دست و پای زخمی هستند و بانو شکیلا کریمی که از ناحیه چشم و پای سوختگی دارند. همچنین در خدمت آقای گل محمد صالحی، ریاست انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره های افغانستان مقیم ترکیه هستیم که در این مدت با این زخمیان به تماس بودیم. بانو فاطمه اکبری عزیز، از خودتان قصه کنید. یعنی هیچ وقت نمیتونم اون لحظه رو فراموش کنم. من خودم از ناحیه دست راست و پای راست و چپ زخمی شدم، خیلی شدید، خیلی زیاد زخمی شدم. هنوزم تداویم تمام نشده، دستم نیاز به عملیات داره، باید عملیات شوه و در قسمت پایم زخمی شدم، چند بار عملیات شدم، هنوزم نیاز به 3 تا عملیات داره، 2 تا عملیات تمیزکاری و عملیات آخر پروتز باید انجام شونه. سوختگی خیلی زیاد دارم که شبانم راپور داده 80% سوختگی دارم که هنوز تداوی نشده. بعضی جاهایش با لیزر امکان داره خوب شه، ولی بعضی جاهایش چون سوختگی شمیق است باید نیاز به جراحی پلاستیک داره که هزینهش در شفاخانه شخصی باید عملیات شوه و این هنوز تداوی نشده. شما فعلا در ترکیه انتقال پیدا کردن، درسته؟ بله، فعلا ترکیه هستی. در ترکیه چقدر به شما رسیدگی شده؟ اول که آمده بودیم شفاخانه شخصی بودیم، تحت تداوی بودیم. من فقط دستم در شفاخانه شخصی عملیات شد و بعد از عملیات شاید مدتی 1 ماه 1.5 ماه فیزیوتراپی داشتم در شفاخانه که بخش ورزش بود. بعد از او تداوی نشدم. تقریبا 7-8 ماه به سرنوشت بودیم وقتی پاسپورت ما تمام شده بود. کیمنیگم نداشتیم. کلن به سرنوشت بودیم. حتی زبان بلد نبودیم. یعنی هزینش را نداشتیم که بریم از شفاخانه دوا بگیریم. من زخمای خود همراه دستمال کاغذی پانسمان میکردم. بیادرم در خانه پانسمان میکرد. چون دواخانه نمیتونستیم بریم. هیچی نداشتیم. شناسنامه چیزی. کسی دیگه آیا بود که کمک بکنن؟ چون یک مقدار پیسه برای شما جمع شده بود از نهادهای دیگه و قرار بود که تداوی شما به صورت رایگان در اونجا صورت بگیره با کمک اونها. اون قضیه به چه صورت بوده که الان شما نیاز دارین که باز هم هنوز ساپورت و حمایت شد؟ تا یک مدت تحت تداوی بودیم در شفاخانه شخصی به اسم شفاخانه باشکن هستانسی در آنکارا. بعد از او گفتن پول شما تمام شده، پول در شفاخانه ریخته شده بوده تمام شده، هزینه های دیگه شما باید از اینجا رخصت شوید و ما رو رخصت کردن. ولی چطور شد که در این قضیه شما همینطور ماندین و تداوی شما صورت نگرفت و گفتن پیسه شما خلاص شده؟ برای ما گفتن پول شما تمام شده و بعد از اون ما چند بار درخواست کردیم که باید این قضیه یک بار بررسی شونه که چقدر پول مصرف شده در مریض که عملیات شد، هزینه شه، یعنی باید یک بار مشخص شونه، ولی کسی پیگیر نشدن یا پیگیر شدن نتیجه ندادن، کسی جوابگو نشدن. یعنی من مرضیه محرم علی هستم، یک از زخمی های مکتب سید شهدا که بین مکتب و کلینیکی که خانه ما یک کلینیک وجود داره، کلینیکی هم دولتی است که ما از مکتب گذشته بودیم نزدیک به کلینیک بودیم که اونجا یک موتر استاده بود. از موتر گذشتیم، چند لحظه نگذشت که کلن آتش از آسمان بارید دیگه، اصلا نفهمیدم چی بود دیگه. ما در روی زمین بودیم و دوستای ما بود، سر صدا بود و یعنی خیلی صدای وحشتناک بود. خب مشکلی نداره، میتونین راحت و ریلکس باشین. هرچند این حادثه خیلی تاثیر گذاشته سر شما، تا الان چند عمل جراحی شدین در افغانستان یا عملیات شدین یا نه فقط در ترکیه عملیات شدین؟ من 2 بار در افغانستان عملیات شدم و 8 بار در ترکیه عملیات شدم که از ناحیه 2 پای و 1 دست زخمی شدیم.
حالم پای من یعنی حرکت نداره، هیچ تازه کم پیدا کرده و دیگه نمیتونم درست را برم، بدون قالب با قالب را میرم و هر دو تا پایم پلاتین هستن و ما فقط سال اولی که آمدیم ترکیه چند ماهی تحت درمان در شفاخانه باشکن بودیم. بعد اون ما وقتی آخرین عملیات من انجام شد، آخرین عملیات نه دومی دومین از آخری دومی عملیات که انجام شد و شفاخانه ما رو مرخص کردن، گفت باید بریم خانه برین در حال که تازه عملیات شده بودم. شما بگو از روز حادثه، در روز حادثه کجا بودی، چطور شد، چه اتفاقی برات افتاد و چه حسی داشتی اون زمان؟ بله، روز حادثه ساعت 5 بود به نظرم که ما از مکتب مرخص شدیم و من امرو یک از دوستایم دست به دست می رفتیم و دقیقا در وسط سرک بودیم نزدیک موتر بام که رسیدیم انفجار کرد و ما اول لحظه اصلا نفهمیدم چی شد، کلا فکر میکردم برق گرفته مرا، یک حسی قسمی بود و چند دقیقه با خودم قسم فکر کردم که چی شده مرا. بعد فکر کردم چون شاید سیمی چیزی روی سرک بوده مرا برق گرفته، اگه اینجوری باشه مثلا کسی نمیاد مرا نجات بده چون برق میگیره، کوشش کردم خود از اون قسمت بکشم و وقتی خود کشیدم چشم من باز کردم دیدم دختره زیاد افتاده، حتی دوست افتاده بود آتیش میگرفت. بعد یک قدم برداشتم نفهمیدم چی شد، دوباره انفجار شد، دوباره افتیدم. بعد دوباره که چشم باز کردم فهمیدم انفجار شده، زیاد کمک خواستم از چند نفر که آمده بودن، در حال کمک خواستن بودم که دوباره انفجار شد، صدا آمد. بعد دیدم کسی نمیآید بیای کمک کنه چون زیاد افتاده دختره، کوشش کردم از یک جای خود بکشم. وقتی رفتم داخل یک کوچه دیدم از آردو پایم خون میآید و کفشای ما کشیدم، تاکس کفشای من زیاد در فیسبوک چشته بود، کفشای ما کشیدم سر سنگ ماندم، کوشش کردم پای ما یک جوری یک قسمی خون شب بند کنم و تا اون قسمت خوب بودم. مثلا کوشش کردم در دوستای دیگه که اونجا هست کمک کنم و تا وقتی که متوجه نشدم که چشمم زخمی شده، وقتی متوجه شدم چشمم زخمی شده کلا از حال رفتم افتادم، گفتم کلا چشمم یا کشیده شده چون خون می آمد از طرف روی هیچ داخل خودم عملیاتی بود. در مورد چشم شما انجام نشد بعد نه از اون که خیر از قرنطینه اومدین بیرون؟ نه خیر، فقط 15 روز من قرنطینه تداوی شدم، نه پایم نه چشمم هیچ کدام عملیات انجام نشد، فقط مر چند آیا تا قطره دادم. آسایش جهانی و بنیاد بابا مزاری آیا پیگیری کردن که چرا شماها را بیمارستان یا شفاخانه رها کرده به حال خود؟ نه خیر، ما بعد از او حتی خیلی زیاد چیکدم که چرا مثلا من عملیات نشدم، چشمم بعد از او عفونت کرد که چشمم کلا سفیدی افتاد که در اول نبود، اگر مثلا از اول کوشش میشد شاید سفیدی نمیافتاد. بعد از او من همونطوری مانده بودم خانه، فقط چند تا دوا را بعضی وقتا وقتی او خانم ترجمان ما بود می آورد، بعد از اینکه او رفت تا دوام نداشتم. بازم که من رفتم شفاخانه باشکن گفتن نیاز داره چشمت به عملیات، به لنز نیاز داره چون در ام دید نداره فعلا، ام در نور آفتاب خیلی حساسیت داره، ام زود عفونت نه، چشمت عملیات نیاز داره ولی لنز که لازم داره لنز داخل امریکا است، در ترکیه نیست فعلا، ما کوشش می بیاریم ولی اطمینان نمیدیم که آورده میتونیم یا نه. و بعد از او بخاطر پایم هم که رفتم فعلا قالب داده داخل کفشیم، داخل پایم چره است که چره ها در سر رگ اعصابه، اونا رو دکترهای ترکیه جواب دادن گفتن ما نمیتونیم اینا رو بکشیم چون خیلی ریسک داره، پای من درد داره. پس بعد الان چشم شما دید نداره به اون صورت، چشم چپتان درسته و سوختگی در ناحیه پا و چره هنوز هم هست. چشمم از 100% 7% دید داره که کلن نم، یعنی چشم راست من خیره شده چون فشار آمده، کلن نمیتونم مثلا چیزایی رو بیخانم یا چکنم، رای چشم چپم که اصلا نمیتونم و شکلش هم تغییر کرده، کلا سیاهی چشمیم سفید شده. فعلا 7 تن از عزیزان ما شما در ترکیه هنوز هم هستن و مایر متاسفانه به نام یک برزخ دیگه بر از اونها تعبیر کردیم هر وقت برشان، که ترکیه برای از اونها واقعا یک کشوری شد که درست است شاید از مشکل اصلی که اگر او وقتش رسیدگی نمیشد شاید خدای نکده مشکلات بسیار جبران نپذیر دیگه به وجود می آمد، اما با وجود از او 3 سال و چند ماهی است که اینا واقعا در بدترین شرایط به سر میبرند و ای هم برای خودشون هم برای ازمو زجر دهنده است. جلسات آنچنانی که واقعا جدی باشه برای
زخمی های سید الشهدا توسط مردم ما و شما گرفته نشد و انتظاراتی را که ما از مردم خود داشتیم در قسمت سید الشهدا هم متاسفانه برآورده نشد. زخمی های سید الشهدا بعد از مدتی کم کم آهسته آهسته به فراموشی سپرده شد و مرضیه و شکیلا و فاطمه که حضور دارند اینجا معذرت میخوایم، اما از کسانی که در اینجا نیستن هم و در ترکیه هستند و زخمی های سید الشهدا است، از اونام اگر صدام رشیدن معذرت میخوایم که مو واقعا نتونستیم یک مدیریت صحیح بکنیم. ما هرچی تلاش کردیم که چه در قسمت انتقالی از اینا، چه در قسمت از اینکه بتونیم تداویشان به یک نحو خلاص بکنیم، متاسفانه ناکام شدیم. دلیل ناکامی دو چیز بود. بعضی از مشکلات صحی از اینا به اندازه حاد است که در ترکیه قابل تداوی نیست متاسفانه، و دکترها با وجود همه معایناتی که انجام دادن، چندین بار با هم دیگه صحبت کردن، گفتن این عملیات رو مدنجی نمیتونیم، از عهده از مو پر نیستن، یعنی ممکن نیست ما در اینجا انجام دادن نمیتونیم. این یک مشکل. مشکل بعدی ای است که متاسفانه در قسمت کیس همکاری آنچنانی را که باید دوستا انجام میدادن ندادن، وعده زیاد دادن از کانادا، از آمریکا، از جاهای دیگه، اما متاسفانه نتیجه آنچنانی دست از مو نرسید و امروز مو در نظمی شرایطی که هستیم متاسفانه هستیم. مریم را همراه مادرش صحبت کردیم، همراه خالش گپ زدیم، قد خودش یک مقدار صحبت کردیم، اما مریم مشکلش واقعا خیلی زیاد است. لیکن درد از ارسی را از نزدیک دیدیم، یعنی در درون پاهایشان، در درون دستایشان پلاتین هاست، شیخ ها هست، آینه ها هست، هزار رقم درد دارن میکشن. چشم شکیلا هر دید خود را بیشتر، یعنی در حضور از مو در طول 30 سال، چی همین 3 سال که در اینجا هست، فکر بکنین که اول که آمده بوده دیدش به مراتب بهتر بوده، گال متاسفانه تا 7% باقی مانده. اما اینا وقتی که بازم گپ میزنن، اما تا با متانت گپ میزنن، هنوز هم امیدوار هستن و مو هم امیدوار هستیم که انشالله بتونیم یک کار بکنیم با هم دیگه. من واقعا ای را برای شما بگم که ترکیه دیگه در بنبست خورده. در ترکیه نه به اصطلاح دکترای دولتی میتونه کاری بکنه، نه ای که متاسفانه از نظر اقتصادی دیگه کشش داریم که همکاری شوم. برای دوستان، من از همه کسانی که اگر میگن که اینا نیازمند کسی یونیسیار هستن که از او طریق بتونیم انجام بدیم، اینا نمبر کسی یونیسیار هم دارن و میتونن که از او طریق وارد عمل شون، اسپانسر شون، یا اگر میخواین که در قسمت انتقالیش در کشور دیگه وارد عمل شون، میخواین که برگه به اصطلاح اداره مهاجرت را داشته باشن، اونا برگه اداره مهاجرت را هم دارن. یعنی کارهای اصولی را که باید انجام شد همیشه انجام شده. فقط تنها چیزی که لازم است دوستانی که یک مقدار بیشتر توانایی داره و واقعا میخواه که همه دوستای فراموش شده سید الشهدا را هم یک مقدار در نظر بگیره، من ازشان خواهش میکنم که یعنی خواهرای خود فراموش نکنن و دست همکاری را به طرف از اینا دراز بکنن. شاید اینا قدر از مدی تو دردناک نخواستن یا ای که نمیخواین بگن، من از اونو بازم تشکر میکنم. لیکن امروز در این برنامه ما میخواییم که توسط هزاراورد و شما خانم نوری از همه فعالین قوم دست کمک بخواییم برای نظمی عزیزایی که در اینجا داریم.